به نام خدا. سلام، به اپیزود 46 از سلفی کست خوش اومدید. سلفی کست در مورد خودشناسیه و در این برنامه میخواییم راجع به هوش از نگاه هاوارد گاردنر صحبت بکنیم. گاردنر معتقده که هوش یک توان بالقوه است برای پردازش اطلاعات که در شرایط فرهنگی مختلف میتونه فعال بشه و به فرد کمک بکنه تا در جامعه و فرهنگی که درش هست مشکلات رو حل بکنه یا محصولاتی رو تولید بکنه که ارزشمند محسوب بشه. با توجه به این نگاهی که گاردنر نسبت به هوش داره، متوجه میشیم که هوش انسان رو فقط مربوط به شاخصی مثل هوشبهر یا IQ نمیدونه. بنابراین میاد و تئوری هوش‌های چندگانه رو مطرح میکنه که ابتدا 7 مورد بودن و بعد یکی بهش اضافه میکنه و بعد این تئوری تکمیل میشه و 2 هوش دیگه هم بهش اضافه میشه. این هوش‌ها عبارتند از هوش موسیقایی، هوش فضایی، هوش کلامی، هوش ریاضی، هوش بدنی، هوش درون فردی، هوش بین فردی، هوش طبیعتگرایی، هوش وجودی و هوش اخلاقی. هوش کلامی مربوط به استفاده مؤثر از کلماته، چه به صورت شفاهی و چه به صورت کتبی. مثلا داستانگویی یا نوشتن داستان از خصوصیات بارز افرادیه که این هوش رو دارند. افرادی که این هوش رو دارن میتونن در مشاغلی مثل معلم، سیاستمدار، سخنران حرفه‌ای، شاعر، رمان نویس و داستانگو موفقیت بیشتری رو به دست بیارن. از افراد معروفی که این هوش رو دارن میتونم از اوپرا وینفری و ویلیام شکسپیر نام ببرم. و اگر بخواید شما این هوش رو در خودتون تقویت بکنین، میتونین از بحث و گفتگو استفاده بکنین، یعنی در بحث‌ها و گفتگوهای مختلف شرکت بکنید. این کار باعث تقویت این هوش در شما میشه. هوش بعدی که در موردش صحبت میکنیم هوش منطقی یا هوش ریاضی هستش. افرادی که از اعداد به صورت مؤثر استفاده میکنن و یا بازی با اعداد رو دوست دارن، این هوش رو در بالاترین سطح خودش دارن. این افراد عاشق سوال پرسیدن و حل مسئله هستند و در مسائل مختلف دنبال الگوهای تکرار شونده هستند. افرادی که این هوش رو دارن میتونن در مشاغلی مثل معلم ریاضی، آماردان، اقتصاددان، برنامه نویس کامپیوتر و ریاضیدان موفقیت بیشتری رو به دست بیارن. از افراد مشهوری که این هوش رو دارن میتونم به آلبرت انیشتین و بیل گیتس اشاره بکنم. و اگر شما بخواید این هوش رو در خودتون پرورش بدین، میتونین تمرین طوفان فکری رو انجام بدید. طوفان فکری یعنی این که شما بشینید و برای هر مسئله‌ای که دارید تمام راه حل‌هایی که به ذهنتون میرسه رو انجام بدید. این کار باعث میشه که هوش ریاضیتون تقویت بشه. هوش بعدی هوش فضایی هست. افرادی که این هوش رو دارن میتونن به خوبی فضاها رو درک بکنن و اون رو در ذهنشون به صورت سه‌بعدی تجسم بکنن. این افراد عاشق طراحی و نقاشی و رویا پردازی هستند و در مشاغلی مثل نقاش، مجسمه ساز و عکاس میتونن بدرخشن. از افراد معروفی که این هوش رو دارن میتونم به پابلو بیکاسو و ون گوگ اشاره بکنم. و اگر شما بخواید این هوش رو در خودتون پرورش بدین، پیشنهاد من اینه که از پازل‌های مختلف استفاده بکنید. البته این پازل‌ها خیلی هم نباید ساده باشن. هر چقدر سخت‌تر باشن بهتره. هوش بعدی که در موردش صحبت می‌کنیم هوش بدنی یا جنبشی هستش. افرادی که این هوش رو دارن میتونن از بدنشون به بهترین شکل استفاده بکنن. مثلا بازیگرا برای بیان احساساتشون و ورزشکارا برای انجام حرکات مختلف بدنی از بدنشون به بهترین شکل استفاده میکنن. افرادی که این هوش رو دارن عاشق حرکات نمایشی هستن و تمام کارهایی که با دست انجام میشه و در مشاغلی مثل مکانیک، جراح، نجار، مجسمه‌ساز و هنرپیشه میتونن موفق باشن. اگر شما میخواید این هوش رو در خودتون افزایش بدین، کافیه به فعالیت‌های هوازی یا ورزش‌های هوازی بپردازین، مثل پیاده روی و دویدن آهسته. هوش بعدی که در موردش صحبت می‌کنیم هوش موسیقایی هست. افرادی که این هوش رو دارن، درک و دریافت قوی‌تری نسبت به دیگران از موسیقی دارن. یعنی هم ریتم موسیقی و هم هارمونی موسیقی رو بهتر درک می‌کنن. این افراد عاشق آواز خوندن، نواختن موسیقی و گوش دادن به موسیقی هستند و در مشاغلی مثل آهنگسازی، تنظیم کنندگی، نوازندگی و آوازخوانی میتونن بدرخشن. از افراد مشهوری که این هوش رو دارن میتونن به بتهوون، موزارت و باخ اشاره بکنم. و اگر شما میخواید این هوش رو در خودتون پرورش بدید، کافیه که ساز مورد علاقتون رو انتخاب بکنید و به کلاس برید. هوش بعدی که در موردش صحبت میکنیم هوش طبیعتگرا. افرادی که این هوش رو دارن دنیای گیاهان و حیوانات رو بهتر از دیگران درک میکنن. اونها عاشق حیوانات و گل و گیاه هستن و در مشاغلی مثل طبیعت شناس، بوم شناس، جنگلبان،
حیوانشناس و دامپزشک میتونن بدرخشن. از افراد مشهوری که این هوش رو دارن میتونم به گالیله و لوی پاستور اشاره بکنم. و اگر شما میخواهید این هوش رو در خودتون پرورش بدین، کافیه که گلهای مورد علاقه خودتون رو در باغچه یا در گلدان پرورش بدین و از اونها مراقبت بکنید. هوش بعدی که در موردش صحبت میکنیم هوش بین فردیه. افرادی که دارای این هوش هستن، دیگران و احساسات دیگران رو خیلی خوب درک میکنن. اونها عاشق گروه‌ها و جمع‌های همفکر خودشون هستن و از گفتگو با دیگران لذت میبرن و در مشاغلی مثل درمانگر، روانشناس، سیاستمدار، معلم، مشاور، جامعه شناس میتونن بدرخشن. از افراد مشهوری که این هوش رو دارن میتونم به مادر ترزا و مهاتما گاندی اشاره بکنم. و اگر شما بخواید این هوش رو در خودتون پرورش بدین، کافیه که فعالیت‌های گروهی دلخواهتون رو بیشتر انجام بدید. هوش بعدی هوش درون فردی هست. افرادی که دارای این هوش هستن خودشون رو به خوبی میشناسن. از نقاط قوت و ضعف خودشون آگاهن و احساسات خودشون رو به خوبی درک میکنن. این افراد عاشق کارهای انفرادی هستن و به تفکر خیلی علاقه‌مندن و میتونن در مشاغلی مثل فیلسوف، رهبر سیاسی، شاعر، روانشناس، حکیم یا عارف بدرخشن. و اگر شما بخواید این هوش رو در خودتون پرورش بدین، کافیه روزی یک رو با خودتون تنها باشید و به یک مسئله مهم زندگیتون فکر بکنید. هوش بعدی که در موردش صحبت میکنیم هوش وجودی یا وجودگرا هستش. افرادی که این هوش رو دارن به تفکر در مورد سوالهای بنیادی بشر علاقه‌مندن. سوالاتی مثل من کی هستم؟ هدف آفرینش ما چیه؟ معنای زندگی چیه؟ چرا زنده هستیم و چرا میمیریم؟ افرادی که این هوش رو دارن علاقه‌مند به تفکر در مورد این سوالها هستن و در مشاغلی مثل فیلسوف و روانشناس میتونن بدرخشن. و از افراد معروفی که این هوش رو دارن میتونم به کیرکگارد و رولومی اشاره بکنم. و اگر شما میخواهید این هوش رو در خودتون پرورش بدین، کافیه که در مورد این سوالاتی که گفتم مطالعاتی رو داشته باشید و بعد از مطالعه به تحلیل و تفکر در مورد این سوالات بپردازید. و آخرین هوشی که در موردش صحبت میکنیم هوش اخلاقی هستش. افرادی که این هوش رو دارند درست و نادرست بودن مسائل رو بهتر از دیگران تشخیص میدن. این افراد باورهای اخلاقی محکمی رو دارن و به شدت مسائل اخلاقی براشون مهمه و در مشاغلی مثل معلم و مروج دینی میتونن بدرخشن. و اگر شما بخواید این هوش رو در خودتون پرورش بدین، کافیه که مطالعات دینی داشته باشید یا فلسفه اخلاق رو مطالعه و بررسی بکنید. این اپیزود هم به پایان رسید دوستان. امیدوارم که با این اطلاعات بتونید هوشی که در شما بیشتر وجود داره رو تشخیص بدید، همچنین افراد مختلف رو که هوش‌های مختلفی دارن بهتر درک بکنید. در واقع هدف این اپیزود هم اینه که شما خودتون و دیگران رو بهتر بشناسید. طبق معمول ازتون میخوام که ما رو حمایت بکنید و کانال یوتیوب رو دنبال بکنید و منتظر اپیزودهای بعدی ما هم باشید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.